دقیقا از همینجا کارمون شروع میشه. نقشه ها رو بدیم برای اجرا، انشالله همه بیان پای کار. اینجا که این مهندسان جوان میگن خرمشهر، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی. حرف حرف سکوهایی که سکوی افتخار شدن. دلیلش هم حال خوب اینجاست، بخش پالایشگاهی پارس جنوبی در اسرویه و خوراکی که واسش تعمیم شده، گاز ترش و نفت خام. حتما دیگه متوجه شدین داستان از چه قراره. بله، قصه این جزیره های آهنیه که در خرمشهر ساخته میشن و واسه استخراج نفت و گاز از اروندرود روونه خلیج فارس و پارس جنوبی میشن. تا چند سال پیش تو پروژه های نفت و گاز ایران پرسنل شرکت های خارجی حضور خیلی فعالی داشتن. همینطوری که میبینید در حال حاضر پایه به پایه این سکوها طبقه به طبقه توسط متخصصان و کارگران ایرانی ساخته میشه. سکوهایی با چه وزنی اینجا ساخته میشه؟ چه قابلیتی اینجا وجود داره؟ تا 6000 تن هم ما قابلیت تولید رو داریم و تا 5 طبقه امکان ساختش رو داریم. ما در حال انجام زیرساخت هستیم برای ساخت سکو، انشالله به امید خدا. ساخت سکوها با ساخت چهارپایه یا شیشپایه های به نام جکت شروع میشه. بعد از ساخت جکت ها و نصبش تو دریا شروع به ساخت عرشه های مثل عرشه هایی که تو تصویر داریم شروع میشه. این سکو یه شهریه واسه خودش. به شهر ما خوش اومدید. بسیار عالی. شهر ما همه چیز پیدا میشه، از مخازن فشار قوی بگیر بیا تا ولوای فشار قوی که همگی در جهت استثمار گاز به کار میرن. ایرانی ها در بزرگترین میدان گازی جهان 26 سکوی نفتی گازی احداث کردن و روزانه 555 میلیون متر مکعب گاز برداشت میکنن. جالبه بدونید بیش از نیمی از این سکوها در خرمشهر ساخته شده و بیش از 226 میلیون متر مکعبش از طریق این سکوهای خرمشهری تأمین میشه. واسمون مهمه اقتصاد کشورمون پیشرفت کنه، کشورمون پیشرفت کنه، بتونیم کارامونو خودمون انجام بدیم، رو پای خودمون باشیم. راستی میدونید که از محل استخراج نفت و گاز تو دل خلیج فارس تا خشکی و پالایشگاه در اسلویه واسه انتقال این مواد 135 کیلومتر لوله گذاری زیر دریا انجام شده. این لوله های بتون اندود هم در خرمشهر ساخته میشه. این لوله پرایمریه، برای دریا استفاده میشه، برای که زنگ نزنه زیر دریا. کل یاردهای خرمشهر حدوداً اگر تیپیک کاری ما حدوداً 4000 نفر به صورت مستقیم مشغول و کار میتونن باشن. استقلال چجوری باشه؟ خدا رو شکر همه بومی هستن. همه بومی هستن. ما حتی حمل و نصب سکوهای غولپیکر دریایی رو هم تونستیم بومی سازی بکنیم. بارگیری سکو به روی شناور تا زمانی که حرکت میکنیم توی موقعیت نهایی و شروع میکنیم به نصب سکو یه چیزی بین یک هفته تا 10 روز ما زمان خواهیم داشت. تا گزارشمون تموم نشده یه سفر مختصر مفید هم از خرمشهر بریم پارس جنوبی، ببینیم که برای بچه های بومی کشورمون چطور به استحصال گاز از میادین مشترک پارس جنوبی دارن کمک میکنن و چه سختی هایی با ما باشه. سکوها کم کم دیگه دارن پیدا میشن. نگه داشتن این باش خودش خیلی سختی، الان باسته یدکش نگهش داشتیم. ساعت چند الان؟ ساعت 4 صبح. اینم لحظه غرورانگیز نصب سکو. قصه ما تموم شد و به خرمشهر برگشتیم. راستش تو این شبهای سرد زمستونی که 22 استان هواش زیر صفره و کمبود و قطعی گاز نداریم، بیشتر یاد تلاشگرانی میفتم که این گاز رو برای کشورمون تأمین میکنن. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما،